آیا وجود متان نشانه ی حیات فرازمینی است؟ کشف نشانه های حیات روی بقیه سیارات منظومه شمسی یکی از سوال‌هاییه که از چند دهه گذشته دانشمندان علم نجوم رو به خودش مشغول کرده. دانشمندان میگن متان میتونه نشانه اولیه وجود حیات فرازمینی باشه. پژوهشی جدید از دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که این گاز ممکنه کلید یافتن رد پای زیستی نشانه وجود حیات توی سیاره دیگه باشه. بقیه رد پاهای زیستی عبارتند از گاز دیوکسید نیتروژن که در زمین با سوختن سوختهای فسیلی ایجاد میشه و همچنین اکسیژنی که ما تنفس میکنیم. همراهان تکسان تیوی سلام. آیا وجود متان نشانه ی حیات فرازمینی است؟ این سوالیه که توی این ویدیو میخواییم به جوابش برسیم. پس تا پایان همراه ما باشیم. ولی لطفاً فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدید ما روشن کنید. نشانه های حیات. اکسیژن یکی از بهترین نشانه های حیاته. ولی تشخیص این عنصر توسط تلسکوپ فضایی فوق پیشرفته جیمز وب هم حتی مشکله. با اینکه مطالعات متعددی در گذشته بر روی متان با عنوان نشانه حیات انجام شده، ولی این تحقیقات به روز نشده و ارزیابی دقیقی از وضعیت سیاره ها برای اینکه متان در اونها نشونه حیات شناخته شه هم تا کنون انجام نشده. محققین در یک مطالعه جدید تصمیم گرفتن چارچوبی برای تفسیر رصدهای آینده داشته باشند. به این صورت که اگه یه سیاره سنگی پیدا کردن که متان داشت، رصدهای بیشتری انجام بدن. شاید بتونن نشونه های جدی تری از حیات توی اون سیاره پیدا کنن. محققین در این مطالعه منابع غیر زیستی متان رو مورد بررسی قرار دادن و پتانسیل این منابع در حفظ اتمسفرهای غنی از متان در سیاره ها رو ارزیابی کردن. منابع تولید متان. آتش فشان ها، واکنش هایی که در مرکز اقیانوس ها انجام میشن، خروج گازهای گرم مرطوب از سطح سیاره و جابجایی های تکتونیکی و همچنین برخورد سیارک ها و شهاب سنگ ها از منابع مهم غیر زیستی تولید متان شناخته میشه. بنابراین اگه بر روی یه سیاره مقادیر بسیار زیادی متان کشف شه، باید منبع مهمی برای تولید این میزان متان وجود داشته باشه. بر روی زمین فعالیت‌های زیستی مقادیر زیادی متان تولید می‌کنند و به احتمال قوی این تولید متان از زمان‌های اولیه شکل‌گیری زمین هم وجود داشته، چون از لحاظ شیمیایی تولید متان واکنش ساده‌ای محسوب می‌شه. آیا متان می‌تواند نشانه‌ای از وجود حیات در سیاره باشد؟ محققین نشون دادن که منابع غیر زیستی که شواهد قابل رصد از اونها وجود نداشته باشه نمیتونن متان خیلی زیادی تولید کنن. به عنوان مثال، گازهای خروجی از آتش فشان ها همزمان متان و مونوکسید کربن به اتمسفر آزاد میکنن، در صورتی که فعالیت های زیستی مونوکسید کربن تولیدی رو مصرف میکنن. محققین فهمیدن که فرایندهای غیر زیستی نمیتونن به سادگی اتمسفرهای قابل سکونت تولید کنن که هم متان بالایی داشته باشه و هم دیوکسید کربن در اون بالا باشه و در عین حال مونوکسید کربن کمی در اون وجود داشته باشه. بنابراین برای اینکه مشخص شه متان بر روی یه سیاره نشون دهنده وجود حیاته، باید کلیت سیاره مورد ارزیابی دقیق قرار بگیره. نتیجه گیری نهایی محققین اینه که اگه یه سیاره سنگی در اطراف یک ستاره مشابه خورشید وجود داشته باشه، وجود متان در اتمسفر اون در صورتی نشونه حیاته که دیوکسید کربن هم در اتمسفر این سیاره وجود داشته باشه، ولی موجودی متان بیشتر از دیوکسید کربن باشه. حالا شما به ما بگین، آیا تمدنی بیگانه منشأ موج رادیویی ناشناخته است؟ آیا تک شهاب سنگی که از مریخ به زمین افتاده میتونه نشونه ای از وجود فرازمینی ها باشه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودین.